سلام رفقا، حالتون چطوره؟ مسیپانیش هستم و خوش اومدید به این ویدیو. با فیسکم اومدیم بریم چیکار کنیم؟ کامنت های سمی اونایی که اومدن زیر بازی کالاف توی بازار و مایکت اومدن کامنت گذاشتن، رفتیم بهشون یه نگاهی بندازیم و ببینیم دنیا دست کیه. خب امروز این ویدیوم کلا خیلی متفاوته با همه ویدیوهایی که قبلا گذاشتم، فقط اومدم یکم با هم بگیم و بخندیم ببین اوضاع چه قراره. فقط یه نکته هم بگم بچه ها، یه اتاق خیلی فوق گیمینگ دارم، فقط نرفتم تو اون اتاق براتون ویدیو بگیرم چون گفتم دلتون نخواد و اینجوری دیگه. گفتم آره دیگه بده، آدم یه چیزی داره رو حتما نباید نمایش بده دیگه. من گفتم اون اتاق گیمینگ رو فعلا نشونتون ندم. اگه اونجوری بود، اگه دیدین مثلا این پشتم نمیدونم جلوم رینگ لایت نذاشتم یا مثلا این پشتم این نئون رنگی و اینا نداره، دلیلش اینه. حالا قبل از هر چیز بچه یه لایک بکوبین بریم برسیم به این موضوعاتی که میخوایم بهش برسیم. نگاه کن داداشم پرهام اومده اینجا کامنت گذاشته که بازی عالی هست، فقط بتل رویال رو 7 نفره کنید. مرسی داداشمون. نگاه کن یعنی من الان خود من، خب یکی این که بگم اولا این کامنتی که گذاشتی داداش پرهام، داداش اینو گذاشتی برای مایکت، خب اینو برای اکتیویژن نذاشتی که اینجا اومدی داری میگی بازی رو 7 نفری کنی. چشم داداش، الان میان برات 8 نفرش میکنن، اصلا زنگ بزنی کل خانواده بیاین پیکنیک اونجا برین برگزار کنین. حالا کامنت های اونایی که جوابشو دادن پاسخات، یکی نوشته چشم حتما با تفریح چیز با تسبیح ببخشید، بعد یکی نوشته دام اگه دست ایناست، یکی نوشته میگه الان بچه های مایکت میگم درستش کنم. واقعا حق دارم، واقعا فشار نداره فعلا اینجا تا اینجای کار هیچ فشاری ما مشاهده نکردیم. خب حالا بریم بعدی. کاربر ناشناس، عکس پروفایل یک عدد گاو شاخدار میباشد که خیلی شاخاشم تیزن دام هستم، خیلی بد هست، دانلود نکنید. سازنده بازی تو پاک کن. این لازیت نوشته ولی خب بازیته، 66 تا دیسلایک خورده. این کالا فلیرا اینجوری میزن تو گوشت اگه بخوای بی تربیتی کنی. میگه کی؟ میگه چی؟ میگه چی داداش؟ میزنیم پس کلت. یه دونه ستاره هم بهش داده، فکر کنم نمیشده ستاره نده، باید یه دونه ستاره رو میداده در هر صورت. 66 تا دیسلایک، 6 تا لایک خورده، یعنی اون 6 نفر کی بودن؟ چقدر ببخشید گاو بودن که میگن مثلا به بازار اومدن، واقعا خیلی گاو بودن. خودش هم گاوه، نگاه کنین پروفایل خودش هم گاوه. اون 6 نفر ببین چقدر گاو بودن که اومدن به این گاوی که تو بازار اومده به اکتیویژن میگه بازی تو پاک کن، اومدن لایک کردن گفتن آره داداش باید بازی تو پاک کنی، اکتیویژن بی تربیت. این بال بچه ها. آراد کریم آبادی، داداشم 20 ساعت پیش، فقط حالا پروفایلش امیدوارم شر نشه، اینو پخش نکنیم بچه ها. پروفایلش خیلی جالبه، خیلی سمه. بسیار گرافیک بالا، به چالش کشیدنهای زیادی برای پلیر، حجم زیاد بدیشه، بسیار گیم خوب برای یک گیمری که میخواد یک کال آف دیوتی سبک دانلود کنه. کال آف دیوتی سنگین هم داریم داداش. حالا یه نگاه ریزم به عکس داداشمون بندازیم. گودرتمن، آراد گودرتمن. یا 5 تن داداش این چه عکسیه گذاشتی. بچه ردش میکنیم، خب آدم نباید چیز کنه، داداشمون گودرتمن بود، زیاد بحثی هم نکنین، اصلا حرفی نداریم. این باله خفن بود ولی اگه میشد بتمن هم بذارید ممنون میشم. همینمون مونده بیان تو کالاف بتمن بذارن، چی میگی تو؟ یکی بیان بذارم تو کلت. کاربر بینام، اصلا همین بهتر که بینام و نشان کامنت گذاشتی، اگر نمیومدیم پارت میکردیم. مگه کالاف پابجیه بیان بتمن بذارن؟ والا آثار بتمن طلایی بذارید و گست رایگان. کاربر هویج، داداش تو بهتره همون هویج بمونی. والا آثار بتمن طلایی بذارین چیه؟ مگه پابجیه؟ مگه اون یارو چیه، اون یکی بازی کارتونیه چی بود اسمش؟ اصلا اسماشون هم بلد نیستن انقدر داغونن. کامنت بعدی، اصلا اینجا داداشم حسن عثمانیان،
عثمانیان اگر اشتباه نکنم 14 ساعت پیش نوشته که اصلا درخواستامون اینجا به گوش کی میرسه، اصلا کی جوابگوه، اصلا کی پاسخگوه. واقعا راست میگه، برام سوال بود. یعنی مثلا بیای زیر مایکت بیای مثلا بنویسی آره اینجوری اونجوری، میخوان چیکار کنن؟ اینا که نه به اکتیویژن وصلن نه. واقعا خیلی شاکی بوده. نمیدونم، شما تو کامنت ها خودتون بهشون بهش بگین که اینجا درخواستامون به گوش کی میرسه، درخواستاشون به گوش کی میرسه. نگاه کن 16 نفرم لایکش کردن. یعنی چی؟ یعنی اون 16 نفرم با این قضیه موافق بودن که درخواستاشون واقعا میخواستن بدونن درخواستاشون به گوش کی میرسه. متاسفانه داداش باید بهت بگم تو مایکت اومدی کامنت گذاشتی درخواستات به گوش هیچ کس هم نمیرسه. بریم کامنت بعدی. همه چیش ارزونه، آدماشو بیشتر کنین. آدماش کمن دیگه، راست میگه دیگه. یه بازی که 100 نفر توشه، بازی موبایلی میری از اول تا آخرش همش پلیره، آدماش کمن دیگه. همه چیزش هم ارزونه. الان اصلا سی پی اسمشو نگاه کن، فقط 533 923. داداشم آخر شماره موبایلشو گذاشته اسمش. همه چیزش هم ارزونه. امین الان بود تو گپ بچه‌ها دیدم کامنت گذاشتن داداش سی پی 10K شده 4 میلیون تومان. همین یه هفته پیش بود 10K سی پی رو می‌زدن 400 تومان، 10 برابر شد. همه چیزش ارزونه. داداش چقدر پول داری خدایی، می‌خوای بگی ریچی دیگه. نگاه کن 10 تا منفی خورده 8 تا مثبت. واقعا نمیدونم به چیش میگن آدماشو بیشتر کن. چشم داداش، چشم. بریم کامنت بعدی. بازی عالیه. داداشم پلشت خاکی، عجب اسمی هم داره. من هم پابجی داشتم هم فری فایر. به نظرم کال آف از هر دوتاشون بهتر بود. حالا به نظر من واقعا کسی که پابجی و فری فایر بازی کرده اصلا نباید بیاد در مورد کال آف نظر بده. نظر شما رو نمیدونم، حالا شما هم اگه نظری دارین کامیونیتی کال آف خودمونه بگین روش. یک ساعت پیش هم کامنت گذاشتم، مثلا این مثلا مال کامنت چند وقت پیش نبوده، یک ساعت پیش اومده گفته آره اینجوری اینجوری. نگاه کن دیسلایک، نگاه اینا این بچهای خودمونن ها دیسلایک زن. کسی که پابجی بازی کنه اصلا نباید نظر بده، تازه اسمش هم پرشت خاکی باشه. یک ساعت پیش کامنت گذاشته. بازی خوب و سرکم کننده است هومن همیشگی. داداش هم 4 ساعت پیش کامنت گذاشته. من چند بار از میزان هیجان بالای این بازی گوشی رو پرت کردم سمت دیوار. گوشی هام شکست. مگه چند تا گوشی داره؟ و یه گوشی جدید گرفتم. داداش گوشی هات شکست؟ یعنی انقدر ریچی مثلا فشار میخوری گوشی تو میگیری میکوبی تو دیوار بعد دوباره میری یه گوشی دیگه میخری؟ 100 تا دیسلایک خورده. یعنی واقعا منطق توی این کامل، یعنی تو 4 ساعت، خب تو 4 ساعت 100 تا دیسلایک خورده. ببین منطق از این کامنت میباره، واقعا هیچ چیز خاصی ندارم که بگم. بعد تو فشار میخوری گوشی تو پرت میکنی تو دیوار، من تهش کاری که بکنم، حالا مطمئنم خیلیاتون هم همینو میکنین، مایکو میذاری رو آل دیگه. آره دیگه این کاره، نه شوخی کردم، حالا این کارم نمیم، خیلی کم پیش میاد بکنم مگه یارو خودش فوش بده. بعد نوشته که داداشم امیر عباس، این احتمالا تو بازاره. نوشته که سلام خدمت بازاری های عزیز، خدمتتون عرض کنم که این بازی خیلی عالیه از همه نظر. فقط بازار جان اگه امکان داره این پیام منو به اکتیویژن برسونید. اکتیویژن جان اگه میشه یه مود 7 نفره برای بتل رویال مولتی پلیر بذارید. خیلی ممنون از اکتیویژن و بازار. 82 تا لایک خورده 15 تا دیسلایک. مود 7 نفره برای بتل رویال و مولتی. این داداشمون فکر کنم همونیه که اومده بود توی اون طرف مایکت کامنت گذاشته بود، نمیدونم. ولی آخه مثلا مود 7 نفره به چه کاریت میاد؟ میخوای با بابا مامان و داداش و آبجی و اینا بلند شی بری کالاف بزنی 7 نفره؟ یا مثلا شاید 7 تا دوست، نمیدونم والله. واقعا در مورد این یه دونه عجبا. بدترین بازی جهان آرتین قیصرزاده. بدترین بازی جهان، من 5 تا اکانت داشتم همه پریدن. این چه وضعشه؟ این چه وضعشه؟ رسیدگی کنید به این، همه خرج اکانت کردم آخرش هم هیچی.
حالا بهتون بگم بچه ها، نکته ای که این کامنت داره، خب اصلا همشو ولش کنید، همشو ولش کنید، 5 تا اکانتش پرید و اینکه این همه خرج بازی کردم. داداش آرتین جان، آرتین قیصرزاده عزیز، تو تا وقتی بازی تو سیو نکنی رو اکتیویژن نمیتونی خرج بازی کنی. من اینو نمیدونم تو چی خرج بازی کردی، تو اومدی زدی رو گست، رفتی تو بازی، خب نشستی بازی کردی، لولت هم 20 نشده، رفتی دوباره گوشیت یا ریست فکتوری شده یا بازی رو حذف و نصب کردی پریده، بعد چجوری تو خرج کردی؟ یعنی مثلا سی پی یو تو چجوری شارژ کردی؟ خود تو یعنی خودت گیفت کارت داشتی؟ یعنی اینقدر پول داری مثلا چی بهش میگن پیپال داری خودت برای خودت خرید کردی؟ یا مثلا نمیدونم چی بگم، خدایی چقدر تو داداش اینجا خالی بندی نکن دیگه، دیگه داداش خالی بندی دیگه نداری. نگو 23 نفر هم دونستن دیسلایک زدن. داداشم یوسف، بازی خوبی است، فقط سی پیش موت شده نیست. چشم داداش، چشم، الان میگم برات مودش کنن رایگان سی پی بزنی. مثل کلش آف کلن بود یه مدت همه چیشو رایگان کرده بودن، یه مود داده بودن خودت با خودت بازی میکردی، بعد خودت هم به خودت اتک میزدی. چشم داداش، میگم اونم برات اوکی کن، اصلا دشواری نداری، ما اینجا مشکل نداری. داداشمون گست اومده نوشته که بهترین بازی، من 3-4 ساله دارم بازی میکنم، همه چی عالیه، حتما نصب کنین. داداش گست 13 ساعت پیش تو اومدی این کامنتو گذاشتی، کلن گالاف سنگ به ترکه 2.5 سال اومده، اصلا بگیم 3 سال اومده، تو 4 سال چطوری بازی کردی گالافو؟ من اینو میخوام بدونم. الان بیا یکی به من بگه، من واقعا اصلا الان فشار نمیخورم، اصلا هیچ فشاری نخوردم، یکی بیاد به من بگه که داداش تو 4 سال چطوری بازی کردی؟ داداشم گست 4 سال چجوری بازی؟ نه یکی بیاد به من بگه، خدایی میخوام بدونم 4 سال چجوری بازی کردی؟ من درک نمی کنم. بایش نگاه کنین، داداشم 49-296-4 نوشته که برای کالاف نوشته، اینو برای کالاف نوشته، با یه اشارت شدم اسیر اون نگاهت، دلم رو جارو کردی با اون چشمای سیاهت. برای کالاف نوشته، ناموسن این چیه گذاشتی؟ قرمز شدم صداشون. گرافیک بالا، پر جزئیات، بازی عالی است، من از بچگی بازیش میکردم. احتمالا داداشمون نمیدونم چند سالشه، مثلا شاید 10 سالش باشه، 12 سالش باشه. خیلی جالبه نوشته من از بچگی بازیش میکردم، یعنی مثلا این بازی که 2 ساله اومده از بچگی بازیش میکرده، یعنی مثلا 6 سالش بوده بازیش میکرده که 4 سالش بوده بچه بوده. واقعا نظری ندارم. تا زمانی که فارسی نشده یه ستاره. داداش نگاه کنید 28 تا دیسلایک خورده، دیگه خودتون بیاد دستتون. یعنی چی 28 تا دیسلایک خورده؟ یعنی اینکه واقعا چی فکر کردی پیش خودت؟ تو مایکت میای می‌نویسی کالاف رو برات فارسی کنن؟ واقعا من خودم نمیدونم چی بگم بهت، درک نمی‌کنم. چشم داداش بهشون میگم، الان خودم به عنوان یه یوتیوبر میرم به اکتیویژن میگم برات فارسیش هم بکنن، فارسی اصلا فارسیش هم بکنن، چه فرقی میکنه؟ واقعا چه فرقی میکنه؟ مثلا گست بیاد بگه داداش بیا بریم حمله کنیم، فازت چیه؟ خیلی آن کوه توی این بازی اصلا نمیاره، خیلی آن نه بچه ها نوشته خیلی پوپو توی این بازی اصلا بازی نمیاره. داداش گوشیت ضعیفه، 1 ستاره هم دادی. دوستان کسی سی پی رایگان برام نمیزنه؟ هادی نوشته. داداشمون 8 تا دیسلایک، 9 نفر هم پاسخ دادن. خیلی دوستان ببینم چی بهش گفتن، ولی به نظرم فقط میخواستن اکانتش رو تبر کنن، چون تو کالاف فقط همین یه کار رو بلدن دیگه. بازی خیلی خیلی عالی، واکسن است، فقط یک چیز کوچک کم دارد، وقتی میروی در بتل نمیتوان 2 قدرت انتخاب کرد. این خیلی جالبه.
وقتی میروی در بتل نمیتوان دو قدرت انتخاب کرد. یعنی مثلا میخوای بری ترپ برداری با پولتر، ترپ بندازی زمین پولتر بزنی، قیب که شدی یارو بدبخت اومده تو ترپت بری بزنیش، این واقعا چی تو ذهنته؟ این مثلا میخوای نینجا برداری با پولتر، یا مثلا میخوای نمیدونم مثلا دوتا کلاس به چه کارت میاد مثلا، بعد اونم بیای تو مایکت چشم داداش بهشون میگیم اضافه کن. این کامنت خیلی زیاد بود بچه ها، این کامنت خیلی زیاد بود. کاربر بینام، فقط هم همین بینامه اومده گذاشته، خفن بود ولی اگه میشد بتمن هم بذارید ممنون میشه. خب دیگه بچه ها به پایان این ویدیو رسیدیم، امیدوارم از ویدیو لذت برده باشین. اگه از ویدیو لذت بردین و اگه دوست داشتین این سبک ویدیو رو، اگه حالا با این هندکم و این بکگراند های داغونی که داشت مسعود داره بازم دوست دارین براتون فیس کم بذارم، توی کامنت ها نظرتتون رو بگین که بدونم که براتون فیس کم بذارم نذارم. و همون جوری که بهتون گفتم داش مسعود اتاق گیمینگ داره، بعد یه مقداری چیز و اینای توش زیاده، گفتم دلتون نخواد یه موقع، آره دیگه اومدم وسط حال براتون فیس کمشو گرفتم، فکر نکنین داش مسعود نداره. بعد دیگه آره دیگه این ویدیو هم به پایان میرسونیم. خیلی سودنم، خیلی عشقین، تا ویدیو تا دوری دیگه، بوس بار.